برای چی اینجا دم شده آقا؟ حرکت کو بینم. باشم آقا. از همه چیز مفصل عکس بگیر. بله قربان. حتی از اون انگشتر تو دستش هم عکس بگیر. اطاعت کن. رحیمی. بله جناب سرگرد. ببینم بالاخره من متوجه نشدم. کی شلیک کرد؟ زمانی که هروئینا رو پیدا کردین یا وقتی ساک پیدا شد؟ جناب سرگرد بعد از اینکه به راشدی گفتم ساکش رو بگرده، مقتول اسلحه کشید، ما رو خل سلاح کرد و بعدش هم شروع کرد به شلیک کردن. هویت مقتول مشخصه؟ نه متاسفانه جناب سرگرد هیچ مداری که همراهش نیست، هیچی هم ازش نمیدونه. هیچی که نمیشه، همیشه چیزایی هست که شما نمیدونی. سعد. بله جناب سرگرد. آدرس قنادی، هویت مقتول، همه چیز رو مو به مو ثبت می‌کنی. هیچی از قلم نمیاد. ببینم. بله قربان. اونی که ساعت دسته شد از این ور فرار کرد؟ بله قربان از این ور. کلی هم دنبالش دویدم اما متاسفانه فرار کرد. سفیدم امتحان کن. ماما این مهمون عراقی اومده ولی آقام باهاش نیست. پس خود کجا مونده؟ من چه میدونم؟ امکان نداره، امکان نداره. آجاقا میگم اونا رو تو جعبای شیرینی جاساز کرده بود. باورم نمیشه این آدم تو زندگیش دست به سیگار نزده بود. هروئین؟ آجاقا مطمئنی؟ حاجی با شما چه میدونم یک گیر و گورایی داشت، پول لازم بود اما تن به اینجور کارا نمیداد. آخه دین اتفاق دیگه ای نیفتاد که ها؟ آخه دین دقیقاً کی؟ اگه یک ساعته بیش حرکت کرده چرا هنوز نرسیده؟ برو یه سه تا چای بریز بیاد. خیلی خوب. بیا باش. باش. این گلا خوبه. نه باش. خداحافظ. اگه کم بود بگو بازم بگیرم. خیلی خوب. دست شما درد. چشم. اکرم جون. پس این عماد چی شد؟ مهمونا اومدن شیرینی نیومدن؟ زنگ زدم مغازه میگه یک ساعت پیش با شیرینی ها اومدن. یه ساعته؟ مهمون شما هم تنها برگشته. فخردین؟ بله. نمیتونم. بریم بالا عزیزم یه چایی با بریم. سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام علیکم. ای بابا چی شد؟ غفور کشته شده. نباید اینجوری میشد. سایک چی شد؟ سایک وصیت نامش چی؟ رسید دستتون؟ نه هنوز. گم شده؟ میگن گم شده. یعنی چی گم شده؟ این کتاب دو همیشه زیر سرش بود که. آره منم دیده بودم همراش ولی الان نیست. دنبالشیم. یعنی چی نیست؟ پس کجاست؟ میگردم پیداش میکنم میرسونمش دست وراس. خیلی بده، خیلی بده. میدونی اگه مسلمون وصیت نداشته باشه چقدر بده؟
میفهمم، گفتم پیداش میکنم میرسونمش دست وراس. گوش کن ببین چی میگم، اون وصیت نامه مهمه، خیلی هم مهمه، اما همون قدم خطرناکه. اگه بیفته دست پدر خوانده، بچه ها سر ارث و میراث دعواشون میشه. ببین من بمیرم هم نمیذارم وصیت اون مرحوم رو زمین بمونه، خوبه؟ نمیخواد کار اضافه بکنی، به محض اینکه پیداش کردی وصیت نامه رو بسوزون. آقا حق و ناس مگه مال من و توی که نابودش کنیم؟ میدونم مرحوم تو وصیت نامش چی نوشته بود. اگه بیفته دست بچه های ناتنی واویلا میشه. میترسم این وسط بلا ملا سر هم بیارن، واسه همینه که میگم باعث فتنه است، اصلا از بین بره بهتره. اگه قبل از تو افتاد دست اونا معطل نکن، نمون واسه ختم، مفهومه؟ شنیدی چی گفتم؟ چی؟ میگم اگر وصیت نامه قبل از تو افتاد دست اونا نمون، برگرد، مفهومه؟ آره مفهومه. فخرالدین مثل آدم به هم میگی چه اتفاقی داره میفته. چیزی شده؟ نمیدونم سیمین جون. ها چی کارت داره؟ چی کار داره؟ برم بشتیم همه چی یه هویی اتفاق افتاد. همه چیز یه هویی اتفاق افتاد. یه هویی تو سر کلت پیدا شد. یه هویی رفتی دنبال یه آدم بینامونشان. یه هویی مامورا ریختن سرتون. یه هویی اسلحه کشیدید، یکی رو کشتید و یکی زخمی شد. فخرالدین تو منو احمق فرض کردی؟ دوره جون داداش، الان وقت این حرفا نیست، باید یه فکری بکنیم، یه کاری بکنیم. کاری از دستمون بر نمیاد. الان احتمالاً پلاک ماشین رو برداشتن، هر آن ممکنه بریزن اینجا سرمون. آقا اگه نگران خودتونی ما میتونیم همین الان بریم. بایدم برید، اصلاً نباید میامدید که برید. سیمین به ولای علی موقعی که از ماشین پیاده شدی دیدم فخرالدین کنارته، چهار ستون بدنم لرزید. فخرالدین! فخرالدین کجا؟ صبر کن. اگه ندیدین تکلیفمون رو روشن کرده، اصلاً نباید میومدیم. بفرمایید. فخرالدین چرا نمیفهمی؟ پرونده آقا بازه، پرونده آقا واویلاست. من اقلا دم صد نفر رو دیدم تا تونستم سیمینو بیارم برای عروسی. پس چرا همون موقع دمه کسی ندیدین که پدر من آواره کشور غریب نشه؟ لا حق با داداشمه، ما باید بریم. میریم میریم، ولی من قبلش باید ساکو پیدا کنم. چرا نمیخوای بگی توی اون ساک چیه ها؟ شاید از همون بنده خدا رو گرفته باشن. اون بنده خدا خواهر اسم داره، اسمش عماده. اون بنده خدا خانواده داره، زن و بچه داره که نگرانشن، در به در دارن دنبالش میگردن. شاید هم اصلا نگرفته باشنش. چه بهتر، وقتی که آمد ساک ازش میگیرم میرسونم به دستت. فخرالدین مادر، اینجا عروسیه. دوره جون دوره جون، ازاش نکنیم دیگه. چشم. ببخشید آقام کجاست؟ نه که با ایشون رفته بود هنوز بر نگشته. داداش چی تو اینا نبود که این نه آ اینی نه کجا شی کجا جرون آ من به درد نمیخوره دیگه دست ما مرد. مثلا انقدر میگه کجاست چی؟ ببینم تو چه جور شریکی هستی که نمیدونی خونش کجاست؟ من که عرض کردم جناب سرگرد. سرگرد ماهی پی هستم. ببخشید جناب سرگرد، ما فقط این مغازه رو با هم شریکیم، کاری به زندگی هم نداریم. من اصلا با این آقا رفت و آمد هم ندارم، فقط شنیدم
پنج شیش ماه پیش خونهش رو عوض کرد، رفت یه خونه بزرگ کرد. حالا پولش رو از کجا جور کرده؟ الله و علم. در باز چیزی نبود قربان. بیشتر بگردم جناب سرگرد. نمیگین جرمش چیه؟ فعلا حمله هروئین. اماد آقا هنگ زدم بهش، اصلا این اماد مال این حرفا نیست، باید ببینینش. وقتی دستگیر شد میفهمی. مگه فرار کرد؟ مگه دستگیر شده بود؟ نه، منظورم اینه که منم بهش شک کرده بودم. ببینم چجوری هست. تو که همین الان داشتی میگفتی که این انگا به اماد نمیچسبه. خب آقا نمیشه که آدم اینه کرب سرشو بکنه زیر بر. شما خودی نگاه به این مغازه بنداز، اینجا مگه چقدر دخ میده؟ آقا من شنیدم میخواسته خونه ای که توش منسجر بوده رو بخره، حتی دنبال ماشینم میگشته. من خر بهش شک کردم اما خودم رو توف و لعنت کردم که مگه آدم به شریک شک میکنه. چشمم کور برم برم نر آب رئیسیت هم میره. خیر سرمون این مغازه به اسم ماست، اما بازم خوب حالا شما زود شستتون خبردار شده. آقا ببین مسئله اصلی فعلا حمله هروئین نیست، یه نفر کشته شده، یه مأمور دولت هم زخمی شده. همه تون بابا میای. سر خود گوشت رو باز کنه ببین چی میگن. در این مغازه قلم میشه، همه آدمایی هم که اینجا هستن بازداشت میشن، همه بلا استثنا. جناب سرگرد من واسه چی؟ تو مسئله اصلی تویی، باید اول معلوم بشه کی زنگ زده لش داده. یالا چمشون کنید برید بیرون. آره یه قرضی لازم. حتت کن باشی بابا، چه هردام هستیم شما یه چیزی بده بگیر بابا. راه بیفت منو از خودت بیخبر نذاری داداشو. بیام من دلم پر میکشید برای دیدنت بباش. شرمنده اینجوری شد. من شرمندم؟ خیر سرم خیال میکردم میاین اینجا دو روز کناره هم خواهیم. اشکال ند لابد خیریتی توش. مراقب باش چند روز این بچه از خونه بیرون نره. آبا از آسیاب بیفته ببینم چی داشت میتونم بکنم. باش چشم، شما مراقب خودت باش. فی امان الله. خدا با امید دیدار داداش، با امید دیدار. کلید خونه است، سیمین میدونه کجاست. خوش اومدین. آتوفیق راه نمایشون کنیم. چشم برسیم. بفرمید. احمد. احمد. بفرمید بادم. احمدان. خوشه بله سرمه ای هست که دارم. تو محله پایین گذر پارکه. دور از چشم این و اون میره برش بدینم زیر تو پارکی. خب. همین الان آشاش. یه چیزی هم بگش روش. بودو. 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 محسن. جونم آجا ببین. آب دستت میذاری زمین.
میری کلان دری مشخصات شبه صبحگری میدی میگی سرقت رفته سری بود حاجم ماشین مگه دست آقای اماد نه دخالت نکن اون چیزی که من بهت میگم انجام بده بله چشم میگی ماشین زیر پات بوده گذاشتی یه جا رفتی برگشتی دوستیدنه چشم یه پولی هم بذار تو جیب افسر نگهبان که تاریخ دیروز رو بذاری چشم بودو حاجم فقط مگه ماشین میگم دخالت نکن فقط فراموش نکن تاریخ سرقت دیروز باشه به به جناب جهانگیر خان عزیز سلام خیلی خیلی خوش آمدی احوال شما میبینی اصلا دستت به کم نمیره هیچ وقت ناقابله اتفاقی افتاده دامادمو میگی نه دیروز ماشینو برده ماشین سرقت رفته مخلصم داشتم تو کتشرش میکردم اگر موردی هست مشخصاتشو بفرمایید تا بسپرم پیگیری کنم قربانت شما که همیشه به ما لطف داشتی بفهم بفهم مبارک باشه قربانت شد عنایت رو پیدا کردی؟ بله آقا تو قهوه خونه بود خب چی شد؟ خونه یارو شیرینی فروشه رو که نمیشناخت کلی تهدیدش کردن تا بالاخره انقدر این در اون در زدیم فهمیدیم محله یارو کجاست ای بابا یعنی آدرس دقیق نداشت؟ نه آقا تو محلشون پرسجو میکنیم پیداش میکنیم میگم حالا واجبه بریم دم خونه یارو چی میگی تو مرد حسابی؟ واجبه بریم دم در خونه یارو یعنی چی؟ منو تو این گندی که زنیم رو باید زودتر جمعش کنیم ما باید زودتر از مامورای آگاهی خونه یارو رو پیدا کنیم اگه اونا زودتر پیدا کنن و ماجرای مواد لو بره اون وقت بنده و شما باید جواب پس بدیم شما از کجا بدونستی تو اون ماشین مواده بله آقا حق با شماست اگه بفهمم پای ما هم وسط بوده که بدبخت میشیم اخراجمون میکنم ببین خونه یارو رو پیدا میکنیم میریم مواد میندازیم تو خونش بعد یه جور ناشناس به محبی خبر میدیم که تو خونه فلانی مواد ده مواد رو تو خونش پیدا کنن دیگه حرفشو کسی قبول نمیکنه. ببینم به عنایت گفتی مواد جور کنه دیگه بله آقا گفت سر شب مواد دستتونه خوبه روشن کن حرکت کن بریم چشم آقا Thank you.
چشماش خانوم، تو رو خدا نگران نباشید. الان یکی رو میفرستم میدون منیریه قنادیش، بهترین شیرینی ها رو بیارم. نگران کی هستی؟ شده باقلوا، شده گز، نگران نباش، هر طور شده ردیفش میکنم. دست درد نکن. اکرم جون چه چرا انقدر ناراحتی؟ انگار آب شده رفته زیر زمین، هر کجا رفته بود تا حالا باید برمیگشت. نکنه اتفاقی براش افتاده باشه. به دلت بد را نده، الان حاج ملک گیر فرستاده در خونه و مغازه اینا بره پرسجو کنه ببینه کجاست. میاد الان دیگه. شرمنده شما هم شدی، نشد دوتا شیرینی بدیم دست مهمونا. دشمنت شرمنده باشه، شما از زور تالا از زیر عبیر ما این حرفا چی میزنی؟ آخرم جلو بچه ها اینجوری نکن، اونام دلنگران میشن دیگه. زیبر خانم تمومه. دست درد نکنه دخترم، قربونت. فقط یه صندلی چوبی میخوام. باشایدم الان میگم بچه ها بیارم. آقام چرا نیومد؟ دارم نگران میشم، همه اومدن جز آقام. میرسه الان میرسه. آخه اون مهمونتون که باش رفته بودم برگشته ازش خبر نداره. ناراحت نباش، مگه بچه هست مادر؟ اصلا به اینه بگی برو تو انباری خودت صندلی چوبی هست زحمت چه بکش عزیزم. ماما چیزی شده؟ نه عزیزم بیا برو دیگه، دیر میشه، برو صندلی هاش بیار قربونت برم. بیا ببین چی کار میکنی، بچه هم نگران میشن. چی لازم داشتی؟ صندلی چوبی زیور خانم گفتن ببر. صندلی صندلی تو با خانوم، نصف وسیله های اینجا واسه زمان بچگی منه. من میخوام بندازمشون دورا ولی مامان نمیذاره. یادش بخیر. یادش بخیر. این تلموشو. تو با خانوم، من یه جغ داشتم بعد با این واسهش موش میگرفتم. اولین باری که اینو گذاشتم این فنرش در رفت، موشه رفت یه رفت تو پاچه تنبون آقام. یادی بعدش بخیر. آقام بنده خدا از ترسش این حیاتو هی میدوید این ور، میدوید اون ور، میدوید این ور. تفلک. توبا خانوم، من خیلی وقت دنبال همچین موقعیتی هم که با شما صحبت کنم. توبا. سلام آقا جو. اینجا چی کار میکنی؟ زیبر خانم گفتن صندلی ببرم. بله این صندلی ها. خیلی خوب، برو. ببخشید. مگه نیومدی پی صندلی؟ برو دیگه. آخه آقا جون. برو حالا بعدا ما هم حرف میزنیم. تو کجایی؟ داشتم از دست مامورا در میرفتم. تو چه جور آدمی هستی؟ تو چجوری تونستی جنازه رفیقتو اونجا ول کنی در بری؟ خودت دیدی که کشته شد. اگه برمیگشتم هممونو میگرفت. چه خبر بود اونجا؟ چه خبر بود؟ تو باید بگی چه خبر بود؟ چی شد که مامورا یا همشون اینجوری حوار شد از سرمون؟ دستو پیش گرفتی پس نیفتی؟ منو بدبخت کردی حالا داری سینجی میکنی؟ ساک کجاست؟ تمام شهر رو به هم ریختی داری دنبال یه ساک میگردی؟ یه نفر کشته شده، یه مأمور تیر خورده، دنبال چی هستی؟ می‌خواستی مواد حمل نکنی.
من مواد حمله کنم؟ با دسته کورا طرفی؟ اون همه قایموشک بازی کردن ها، دوروبر ماشین پلکیدن ها، فقط برای این بود که مواد جاساز کنیم. اون مواد هیچ ربطی به من نداره. حالا به تو ربط نداشت، به اون رفیق بدبختت که کشته شد. چرا پرت و پلا میگی؟ یک کلام بگو ساکو کجا گذاشتی؟ تو کی هستی ها؟ من اگه کشته میشدم چه بلایی سر زن بچه‌م میومد؟ چقدر احمق بودم. من ازت عذرخواهی میکنم. خب ازت عذرخواهی میکنم، فقط به من بگو ساک کجاست. همین عذرخواهی میکنم تمام. نه خیلی اینطوری نیست، یه تو که پا تشریف میانین کلانتری، اونجاست که همه چی تموم میشه. خیلی خب تو ساکو به من بده، بعدش هر جا که بگی خودم ات میام. تو ساکم مواد بود؟ آره مواد مشکل توه، من فقط ساکو میخوام. حالا شد مشکل من؟ تمام مامورا ریختن تو قنادی من، هر کس و ناکسی که با من در ارتباط بوده کتبسته بردن، حالا شده مشکل من. خیلی خوب، خیلی خوب، پس ساکم مشکل توی خود تنهایی پیداش کن، من میرم شهر بودم. بایستا ببینم، ببین اونا اگه ریختن تو قنادی مطمئن باش اینجا هم میرزن. پس ازت خواهش میکنم تا قبل از این که بیان بگو ساک کجاست. حرف من همونیه که گفتم، میای شهربانی گردن میگیری، جعبه های شیرینی مال من بدبخت بوده، ماشینم مال حاج ملک، سر کارشون گذاشتیم داریم خلاف میکنیم. بابا چرا حرف سرت نمیره؟ اون مواد به من ربطی نداره. اصلا من چرا باید با تو دهن به دهن بذارم؟ تو خودت میدونی حاج ملک و مامورا. اصلا ببین، من همین امشب تکلیفمو یا با تو حاج ملک روشن میکنم یا با مامور. میگی ساک کجاست؟ یا چی؟ یا منم میکنم؟ ساک کجاست؟ اگه نگفتم اینجا برو. چی کار داری با آقام؟ بهت گفتم وانستو اینجا برو. راجب رسول با حاج ملک حرف میزنه. سر چند قوز آبرومو جلوی آقام برد. زهر مار، دلم خواست زمین دهم باز کنه برم توش. بابا حالا که چیزی نشده دیگه، میخواستی چی بشه؟ تا عمر دارم نمیتونم تو چش آقام نگاه کنم. حقم داره، منم جای اون بودم همین فکر رو میکردم. ای خاک بر سر تو بابا. بابا اصلا شاید داره در مورد این مرد عراقیه که گفتی حرف میزنه. تو نفهمیدی سر چی دعوا میکردن؟ اما بهتر راجب این موضوع یه مدت با کسی حرف نزنی، خودت هم بهتر آفتابی نشی تا من ببینم چی کار میشه کرد. من خطی نکردم که بخوام فرار کنم، قایم بشم یعنی ریگی به کفشمه. میدونم، ولی حرف گوش کن، به من اعتماد کن. من این مردی که هر گوری که باشه پیداش میکنم. نیم ساعت پیش اینجا دیدمش، ته باغ بود، یه دفعه غیبش زده. قبل از اونم پیش من بود که یهو غیبش زد. آخه مگه مهمون شما نیست؟ چطور به شما نمیگه کجا میره؟ مگه وقتی که با تو رفت به تو گفت کجا میره؟ این آدم اصلا اینجوریه. وقتی هم که برگشت سمول بک، یه حرف زد صد تا حرف نزد. بعدم گفت مشکلاتی پیش اومد، دست خواهر منو گرفت و رفت. ازت خواهش میکنم اماد، به من اعتماد کن، من این پسره رو پیدا میکنم. یه مدت به من اعتماد کن. اگه مأمور کشته شده باشه؟ اگه بندازن گردن من چی؟ پای هممون گیره، پای شما میاد وسط. اصلا ممکنه نمره سواری رو برداشته باشن. اگه تا قنادی اومدن دنبالم، پس تا خونم حتما میان دیگه. خب به خاطر همینه که بهت میگم با بچه ها همینجا خونه من بمون، یا میخوای بچه ها اینجا بمونن خودت برو یه جای دیگه؟ تا
حتی من کارا رو راست و ریز کنم. واسه من هیچی خونه و خونواده نمیشه. تا حالا نذاشتم خم به ابروشون بیاد. باشه، به خاطر شما تا فردا صبر میکنم. اما اگه با پای خودش نیاد شهربانی، یا به خود گم و گور بشه، یا شما بخوای گم و گورش کنی، یه راست میرم سراغ مامورا. عماد خوب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. اگر اون ساک پیدا بشه همه چیز حل میشه. اون ساک مهمه. شما که گفتین نمیدونی تو ساک چیه؟ هنوزم میگم فخرالدین نم بس نداد. ولی مطمئنید ساک مهمه و اگه پیدا بشه همه چی درست میشه؟ چی تو ساکه؟ چیه که انقدر برای همه تو مهمه؟ برای مامورا، برای فخرالدین، برای شما؟ چی تو ساکه؟ عماد اگر اون ساک دست توه بدش به من، بدش به من، بذار من. الان دیگه مطمئن شدم شما میدونین فخرالدین کجاست. ساکو موقعی فرار گم و گور کردن. پیداش کنم بی برو برگر میدمش دست مامورا تا ثابت کنم من نه سر پیازم نه ته پیاز، نه مواد مال من بوده، نه ساک، نه اسلحه، نه ماشین، نه من تیری انداختم، نه مهمونی داشتم. خیلی خوب، منم میگم اسلحه مال من بود، ماشین مال من بود، مهمونا مهمونای من بود، اما هروئین مال کی بود؟ منظورت چی حاجی؟ یعنی چون پول لازمه هم کار خلاف میکنم ها؟ نه، فقط دارم بهت میگم کارو خرابتر نکن. خراب شده، بدم شده. جسارت نباش حاجی، من اگه بفهمم برای خانوادم زحمتم، خودم شهر خودمو کم میکنم، وای به حال بقیه. ضمناً خوش ندارم فعلا بچه‌هام بفهمن چی شده. عزت زیاد. عماد اما شریک عماد میگفت آدمای همراهش مشکوک بودن، تمام مدت بالا سر صندوق ماشین وایساده بودن. چه عرض کنم، من مطمئنم آقای عماد اصلا اهل این حرف نیست و من خدا آدم خوبیه. میدونی درست جواب منو بدن. بله آقا، یکیشون تمام مدت وایساده بود بالا سر صندوق. وایساده بود یا کشیک میداد؟ چه فرقی میکنه آخه آقا؟ این آقای عماد گردن ما خیلی هم درست جواب منو بده. پدر سوخت من، من بازیچه دست تو هم. آقا میپایینم، همشون از اول مشکوک بودن. سواری چی؟ سواری چی؟ مال اونا بود؟ نمیدونم، شاید، هرچی شما بگید. بارتون سلام. جناب سرگرد جنازه رو دید؟ بله دیدم آقا، خود ناکسش بود. دم ماشین عماد وایستاده بود، داشت کشیک میکشید. اینو ببرش بازداشت. بلنش آخر بیرون، بیرون. منم با عزتون مرخص شم. خوش این کارت دارم جناب سرگرد. من که سیر تا پیاز و ماجرا رو برای شما گفتم. درست اون مغازه بی صاحب مال ماست، ولی عماد توش کار میکرد. من ماه به ماه میرفتم سهم خودم و خواهرام رو ازش میگرفتم. بعدشم ببخشید شما که غریبه نیستین، اگه من دستم اون قالتاق توی کاسه بود راپورتشو میدادم. چرا زودتر اطلاع ندادی؟ فکر میکردم این خیلی یا مصرف شخصیه. من انقدر ساده بودم رفتم نشستم با این آدم حرف زدم، نصیحتش کردم. اما بعد که فهمیدم تو کار پخشه دیگه چاره ای نداشتم، باید خبر میدادم. جناب سرگود، حرف آبروی حیثیت چندین و چند ساله من و پدرم وسط بود. ای آقا هروئین شوخی که نیست. مسئله اصلی الان اصلا هروئین نیست، اصلا هست. به یه مأمور شلیک شده، یه جنازه ناشناس هم مونده رو دستمون. مطمئنی این مرد رو نمیشناختی؟ نه، اما فکر کنم گفت عربه. از عربای خوزستان خودمون؟ گمونم گفت عراقیه. مطمئنی؟ بله مطمئنم جناب سرگرد. میگم آقا برای ما مغازه مشکلی پیش نمیاد. آخه قرار بود ازش تحویل بگیرم، خودم روش بندازم. حالا که سواری یادت نیمد؟ نه آقا.
خیلی خوب، فعلا بازداشتی. صدر بازداشت؟ ببرش. جناب سرگرد، من خودم از یارو عارضم، مغازمو کرده محل خلاف، من انداخته تو عچل، بعد منو بازداشت میکنی؟ بیا برو بیرون. چی شد یهو بلند شدیم؟ نه شام داده بودن، نه حنا آورده بودن. خجالت کشیدم جلو زیور. سر شیرینی آوردنتم که آب شدم رفتم تو زمین. اصلا تو کجا بودی؟ بس کن خانم، مگه خونه نداریم؟ چرا روشن اماد؟ در چرا قفل نکرده بودی؟ حتما دزد اومده. همینجا واسین ببینم چه خبره. شهربانی خبر بدیم. خیلی خوب، برو تو. چیزی شده اماد؟ نمیدونم. صبر کن ببینم. سرشاب که درست حسابی حرف نزدی. اون از امروز که یهو غیبت زد. اونم از عروسی که یک ساعت با ملک چپیدین تو اتاق و بعدش هم نذاشتی بچه‌ها برن حنا بندون. اون از حرف زدن جلوی بچه‌ها. اینم از وضعیت الان خونه. چی شده اماد؟ حرف بزن. وسایلتون رو جمع کنین، صبح زود باید برین. کجا بریم؟ شهرستان خونه داداشت. یه چند روز اونجا میمونیم، من میام دنبالتون. چی شده اماد؟ تو رو روح آقا حرف بزن. من هیچی نپرس، بعدن همین چی رو بهت میگم. تو چت شده امروز؟ فکرم اینقدر پاپی من نشو، یه مسئله اتفاق افتاده، خودم رفت رو جوش میکنم. خب بگو با هم درستش کنیم. با من یکی بدو نکن زن. وسایلتون رو جمع کنین، صبح زود باید راهیشین. به بچه هم چیزی نگو که بترسن. اماد کاری کردی؟ جون اکرم اگه کاری کردی بگو. ساکتونو ببندین، فردا میریم آبادی. کجا؟ یه سر میریم خونه داداشم، باید به مادرم سر بزنم. چی شده مامان؟ خب حرف بزن دیگه. همین که گفتم، جمع کنید، جمع کنید.
مهمون امروز ما یه ورزشکاره که فکر میکنم کمتر از 24 ساعتی که از المپیک برگشته. شما از سال 2005 با هم فامیلی؟ فامیل بازی بودی یعنی؟ نه تو در حقیقت دو بار در آستانه مدال المپیک قرار گرفتی. نرمال بعد دو تا مدال المپیک داشته باشن. آره ولی کره یه جوری اومد که اصلا یه جوری نمیتونستن بهش مدال ندن. المپیک یه ورژن خیلی عجیب غریبی از خودش گل کرد. سه تا اشتباه کردم. خدا شده من سه تا اتکمو تای پیس نزدم. میشد 13 12 بازی به نفع من. همون سه تا. به بد کسی خوردم. میگو اگه مشکل داری برو من شکایت کن. نمیخواستن ما ببریم آمریکا رو. نمیتونستن بدن. یه سری ضرباتی زدیم که مجبور بود شدن به اون بدن. بگم بعد بازی با ژیلاگی که باختم اومدم گوشیمو چک کردم دیدم که آقای فروغی اول شدن. خیلی اوضاعمون خیته. ای کاش همین قربانی میمونیم.